بریم همراه شیم با همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم. بابک، از این باندی که سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته که از فعالان و ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی شناسایی کرده بیشتر برامون بگو. باید گفتش که بیوقفه جنگ های مختلف بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در همه زمینه ها از جمله جاسوسی ادامه داره. دقایقی پیش روزنامه اسرائیل هیوم افشا کرد که این باندی که از اون نام بردیم تلاش کرده بود تا وزیر دفاع پیشین اسرائیل مشه یعلون را نیز به گونه ای به خارج از کشور بکشونه. با او در تماس بوده و به عنوان شخصی که احتیاج هستش که در یک رابطه سخنرانی بکنه از طرف یکی از سازمان ها و یا دانشگاه ها او را تلاش بکنن که به خارج از کشور بیارن. مشه یعلون به گفته خودش در این دام نمی افته و خیلی سریع به ماموران امنیتی اسرائیل این موضوع را خبر میده. به ندرت پیش میاد که شین بت سازمان امنیت داخلی اسرائیل فعالیت های خودش را به این گونه افشا بکنه، اما به نظر میاد که برای اخطار دادن به شهروندان اسرائیلی او این بیانیه را به رسانه های اسرائیلی رسونده. این چندمین بار هستش که در ماهای گذشته سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به گفته اسرائیل تلاش میکنن تا با شهروندان اسرائیلی تماس بگیرن. این باندی که همکنون شین بت از افشای اون سخن میگه، اونها با خودشون را به صورت اساتید دانشگاه ها، فعالین سازمان های حقوق بشر، بیزنسمن ها و روزنامه نگاران معرفی کردن. حتی ایمیل هایی را هم که فرستادن ایمیل هایی بوده که بسیار شبیه اشخاص اصلی بوده که اونها عکس و هویت اونها را دزدیده بودن و از طریق اونها با اسرائیلی ها تماس گرفتن. یک داستانی در دوروبر تماسشون درست میکنن. مثلا میگوین که قرار هستش که این دانشگاه یک مسئله تحقیقاتی را انجام بده و از شما دعوت میکنیم که به اینجا بیایید. حتی در چند مورد برای بعضی از این افراد بلیط هواپیما هم فرستاده بودن که از اسرائیل به خارج از کشور بیان. شین بت گفته که این باند تلاش میکرده که پس از رسیدن به این افراد یا اونها را برباید یا حتی اونها را بکشه. بسیاری از این افراد به این مسئله پی برده بودند و ماموران امنیتی اسرائیل را آگاه کرده بودند، اما برخی از افراد که با واتساپ هم با این ماموران در ارتباط بودند تا حتی آستانه خروج از کشور هم پیش رفتن، اما ماموران امنیتی اسرائیل همانطوری که گفتیم اونا را آگاه کردن. و در حال حاضر شین بت سازمان امنیت داخلی اسرائیل به شهروندان اسرائیل اخطار داده که از هر گونه تماسی با افرادی که شناسایی کامل از اونها ندارن خودداری کنن. چند هفته پیش هم از طریق فیسبوک گفته شد که ماموران جمهوری اسلامی تماس‌هایی را با بعضی از شهروندان اسرائیلی گرفتن و تلاش کردند که از طریق رمانتیک اونها را به خارج از کشور دعوت بکنن. و یکی از بزرگترین ماجراهایی که هم که پیش اومد و حتی ایران اینترنشنال هم در اون دخالت داشت وضعیتی بود که 5 ایرانی اسرائیلی یهودی را در اسرائیل دستگیر کردن به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران و اونها هم اکنون دادگاهشون ادامه داره.